سلام خانم گوشر. سلام، بفرمایید. شما خوبه؟ ممنونم. کاروبار چطوره؟ خوبه الحمدلله. یه دونه اتاق میخوام. لطفاً شناسنامتونو بدین. بله، خواهش میکنم. این پرسشنامه رو هم پر کنید. بفرمایید. شما باید آقای گلشهر باشین. تا حدودی به یک هنر پیشه معروف گفتن شما فلانی هستی؟ گفت تا حدودی. هنر پیشه معروف که خب معروف، همه میشناسنش. من شنیدم به یه نویسنده معروف میگن شما فلانی هستی، میگه گاهی. هنر پیشه نویسنده گلشهر نیکی برحال هممون. بله دیگه، گاهی تا حدودی خودمون هستیم. الان که به ندرت، فقط مختصری، گاهی، بعضی وقتا تا حدودی خودمون هست. شما تا چه حد و حدودی چقدر فرخنده کریمان هستی؟ من که بعضم اسفناکه. حالا میگم. میگن آدم ها یه بخش کوچیکشون خودشون هستن، بخش عمدهشون تصویریه که دیگران ازشون ساختن، تصاویر مختلف، گاهی هم متضاد. منم که به کل دوتا تصویر دارم. میگم که شما اولین مسافری هستین که قبل از پذیرش. آها، هی حرف میزنم، وراجی میکنم. خودکار من یادتون. الانم میرم توی اتاق آقای گلشهر، نزدیکش میشینم. قبلنم که مسافر شما نبودم، نه؟ حتما تو دلتون میگین این دختری کیه دیگه، از موقعی که اومده اینقدر خودمونی و اینقدر هی حرف میزنه. تقریبا تا حدودی. آخه من همچین مسافرم نیستم. همچین مسافرم نیستم یعنی چه؟ منظورم اینه که توی هتل امو گلشهر احساس میکنم مهمونم نه مسافر. تو مهمون خونه یه گلشهر همه مهمونم. ای بابا امو گلشهر، من دختر محمود کریمانم، رش سبز میدون، دوست قدیمیتون، یادتون ایمن؟ چرا یادم نمیاد دختر کوچولی کریم؟ بله بابا. چطوره؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ بابام هی بدک نیستن، یه مقدار کار اداری دارن که پیگیر هستی. تو که همکلاسی نیکی بودی، نیکی چطور نشناختیش؟ همکلاسی که نه، هم مدرسه ای بودیم، تازه سرویسمون هم یکی بود. هی باش حرف میزنم، میگم حال شما خوبه؟ چجوری هستن؟ منو نشناخت. الهی فدات شد. درد نکنه، حالا دیگه منو نمیشناسی. بابا میدونی من چند ساله تو رو ندیدم؟ خب معلومه که نباید بشناسم. چه خبر؟ با چند عوض شدی؟ تو هم همچین یه ذره عوض شدی. دیدی، باور کن نمیگفتی نمیشناختم. ببین نیکی، چند وقت پیش سحر رو دیدم تو خیابون، یه نینی هم تو بغلش بود. سحر دیگه همونی که تو سرویسمون بود، دهنش همچه بستیر میداد. من تو رو یادم نمیاد، سحر از کجا یادم بیاد؟ ای بابا دیگه چه کارو میکنی؟ یه همکلاسی قدیمی تنها میذارم و میرم. همکلاسی نه، هم مدرسه ای. هم مدرسه ای. انشالله بعد هم میشینیم خوب و قشنگ با هم صحبت میکنیم. چشم. اما جا موضوع خودتون باشی. باشه، خداحافظ. خیلی خوشحال شدم دیدمتون امو گلشه. بگو به من خودت تعریف کن. من برای یه ماموریت فوق سری اومدم اینجا. فوق سری از طرف CIA یا اینتلیجنت سرویس؟ اینا فرق. نه خیر، از طرف فری کری، فرخنده کریمان. خودم به خودم این ماموریت رو دادم. خب پیچیده شد، توضیح بده. البته ماموریتم به شرطی عملیه که تو هم با من همکاری کنی. ببین فری کری جون، من اینجا محدودیته، یعنی خیلی اختیاراتم محدوده. همه کاره اینجا امو گلشهره؟ خب صاحب هتل امو گلشهره. خب پس تو اینجا چی کاره؟ هویج خانوم؟ نه هویج خانوم، ولی خب یه اختیاراتی هم دارم. البته بستگی داره که ماموریت تو چی باش. حالا هرچی باشه. از اعتماد بابای من سو استفاده کرد. بابام بنده خدا هر چی داشت همه رو گذاشت رو این شراکت. اون وقت آقا یه دفعه ای قیبش زد، کلی هم بابای من بدهی بالا آورد. ما مجبور شدیم خونه رو بفروشیم، یه مقدار از قرضا رو بدیم، الان شدیم اجاره نشین. آخه خیلی لجش میگیره یه آدم مثل بابای من که یه عمر با عزت و آبرو حساب کتاب مردم تا یه قرن آخرش نگه داشته، الان شده بدهکار و بد حساب و اجاره نشین. حالا طرف لابد رفته خارج، ها؟ میخواد بره. شانسی که آوردیم اینه که کارمند این آقا فرید آدمی هستش. آقا فرید کی؟
همین آقایی که بابای منو به خاک سیاه نشون. خب همین آقایی که کارمندش خواستگار منه. آقا فریدم خبر نداره. یعنی شما تو دم و دستگاه این بابا یه نفوذی دارین؟ آره یه نفوذی مطمئن مطمئن از هر دو طرف. بله مخصوصا که من سر میدونمش تا ببینم این قضیه به کجا میرسه. خب پس تا تای ماجرا رو خوندم. خانم فرخنده، خانم زبر و زرنگ اومده اینجا تا حق بابا رو بگیره. دلت خوشا. این چیزی که نشون میدم بیشتر تصویری که بابام ازم ساخته. برای اینکه بابام همیشه دلش میخواست پسر داشته باشه اون وقت دختر دار شد. خصوصا از بچگی همیشه یه جوری باهام رفتار میکرد انگار داره با پسر رفتار میکنه. واسه همونی که میگم من دو شخصیت دارم دیگه. یکیش فرخنده خانوم، یکیش هم تصویر پسر آرزوی بابام. خب پس یعنی خانم فرخنده خانم یه خورده زبر و زرنگ میخواد بیشتر از اون چیزی که هست باشه. تا حدودی. من مطمئنم تو میتونی. از کجا اینقدر مطمئنی؟ بابا زبر و زرنگیات تو مدرسه خوب یادمه. امیدوارم. آخه نمیتونی این آقای بابای منو به خاک سیاه نشون. بند خدا مریض شد، گوشه‌گیر شد، زمینگیر شد، زندگیشو با خودشو با. خب حالا بریم سر اصل مطلب. این آقا فرید قرار فردا بیاد تهران هتل گلشهر. ببینم یعنی اون نفوذی شما بهش توصیه کرده که بیاد این هتل؟ آره. برای اینکه هتل شما کوچیکه، توجه کسی رو جلب نمی‌کنه. آها. خب حالا ما باید چی کار کنیم؟ این یکی دو روزی که آقا فرید اینجاست من بشم مستخدم هتل. وای فرخنده جون اصلا حرفش هم نزن. عموجان منو نمی‌شناسین چقدر مقرراتیه که. به ما اکیدن و شدیدن توصیه کرده، به شدت تاکید کرده که کیف دستی مسافر، چمدون مسافر، همه هستی و دار و ندار مسافر رو بعد این چشممون ازش محافظت. مطمئن باش که من کاری نمی‌کنم که برای هتل شما دردسر درست بشه. ولی من باید بتونم توی اتاق این یارو رفت آمد بکنم. فقط هم موقعی که خودش توی اتاق باشه. قول میدم. فرخنده جون، عموجان پوست سر ما رو میکنه. بابا شما چرا روی قانونی اقدام نمی‌کنی؟ مدرک نداری. او یارو کلاهبرداره. اگه ما بتونیم یه جورایی مدارکی پیدا کنیم و دستگیرش کنیم که جایزه هم داری. ولی اگه نتونستیم و یارو فرار کرد که هیچی به هیچی. باشه، فقط این که باید همزرم در جریان بذارم. هیچی نفهمیدم. خب هیچی. قضیه اینقدر ساده است، اصلا پیچیده نیستش که. خب همین چون ساده است نفهمیدم. من هوشم خیلی بالاست. یه دو تا پیچ اینجوری بزنیم تنگش من بفهمم. ها فرخنده جون، باید ماجرا رو یه پیچ و تابش بدیم که مخ پیچ در پیچ این بفهمه ما چی میگیم. ببین آقا حمزه، قضیه ساده و پیچ در پیچش اینه که من ماموریت دارم یه شخص خاصی که قرار بیاد توی هتل یه جور تعطیل قضاشو در بیارم. همین دیگه، اصلا تو در آوردن تخصص منه. من تو الفندق شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم، اونجا هم یه بار یه مسافر ژاپنی اومد و تعطیلشو در می آوردیم، کلی مکافات شد. من زنگ زدم به شرطه، شرطه یعنی پلیس. اونم اومد، اونا نتونستن تعطیلشو در بیارن. هی من تعطیلشو در آوردم، هی در آوردم، هی در آوردم. ها چشای اینجوریش بادومیش گرد شد، خواست بره ژاپن، اصلا راش ندادن. بهش گفتن ها دیپورت، یعنی ها برو دیگه پیدا نشی. من حمزه، ماجرا خیلی پیچیده تر از این حرفاییه که تو بخوای مزخرف بگی. سلام، خوش اومدین. سلام خانم، من اینجا یه اتاق رزرو کرده بودم. به اسم فرهادی، فرید فرهادی. بله اتاق 28. با همه امکانات. بله با همه امکان. شما شناسنامتون رو محبت کنین، این پرسشنامه رو پر کن. چشم. بفرمایید. چیشو زیاد میکنن دیگه. بفرمایید. ممنون. خواهش می‌کنم. آقا حمزه. نیکی خانوم، حمزه نیست، خاتون هست.
اصلا یادم رفته بود، خودم فرستاده بودمش بیرون. خاتون خواهش کنم. بفرمایید. شما بفرمایید. معذرت میخوام. اینه اتاق شما. نگاه کنید چیزی که کسری ندارین. آدم باید یه روز، یه نصف روز اینجا باشه تا متوجه کم کسریاش بشه. آفرین برای شما. معلومه که خیلی آدم با تجربه و فهمیده هستین. آقا بعضی میان توی این هتل اصلا ندیده، نسنجیده، شروع میکنن به ایراد گرفتن. برعکسش هم داریم آقا. مثلا بعضی میان میگن چه هتلی، چقدر اینجا خوبه، اصلا مثل این هتل تا حالا ندیدم. بعد آقا مثلا همون 10 دقیقه نشده فرت فرت زنگ میزنه میگه این چیه، این اصلا هتل به درد نمیخوره، مهمانخانه از اینجا بهتره، اصلا همه جور شده این دیگه. بنده که الان در خدمت شما هستم آقا، قبلا توی الفندق شمس القمر کار میکردم. کجا؟ امارات. کدوم شیخ نشین؟ ابوظبی دیگه آقا، ابوظبی. چون که من دبی که بودم یه هتل اونجا بود اسمش از شمس و رمال بود. نه خیر آقا، این الفندق شمس القمر بود، یه مدیر داشت ژاپنی بود، بهتر از شما نباشه خیلی آقا بود. ببخشید من خیلی فرچنگی کردم آقا، معذرت میخوام. چیزی میل ندارین؟ یه فنجون قهوه. بله. چی شد برگشتی از اونجا؟ ورشکست شد آقا. باور میکنین توی مملکتی که هتل داری مثل سکزنی میمونه ورشکست شد. من برم براتون قهوه بیارم. من اگه از اینجا بخوام تلفن بزنم چطور آزاد میشه؟ شماره 9 بگیریم وصلش میکنن آقا. اینجا چند تا کارگرین؟ 2-3 نفری هستیم آقا، ولی همه بارا رو دوش منه دیگه. امری نداریم با من. خیلی خوب. دست شما درد نکنه. ایشالله خدا به شما برکت سلامتی بده. من کلیدتون رو میذارم اینجا. جانب خاتون مستخدم هتل گلشهر که قبلا الفندق شما سول قمر کار میکرد تا هیچش موفق بوده. آخه خنگه خنگه خدا، من چی بگم به تو بابا؟ من طبق چه میدونم مثل عادت همیشگی اومدم گفتم که حمزه بیا برو مسافر رو ببر بالا. خب بگشه میگه حمزه نیست. بر چی؟ واسه چی گفته حمزه نیست؟ خب بگو حمزه دستش بنده، حمزه کار داره، حمزه داره ظرف میشوره. برو خاتون رو صدا کن. چی میشد میگفتی؟ چرا اینقدر مسائل ساده رو پیچیده میکنی آخه؟ من دست تو چیکار کنم؟ ها؟ ها؟ همین دیگه، وقتی ماموریت فوق سریه ایشون فرخنده نیست، خب منم نباید حمزه باشم دیگه. ها؟ چه ربطی داره؟ ها؟ چه ربطی داره؟ خب همین من تو الفندق شمس القمر در بازم مزخرف. نه بزا بگه بگو. این دیگه مزخرف نیست دیگه. چرا همه مسافرا مزخرف؟ حالا بزا بگه بگو. ها؟ این مزخرف نیست. من تو الفندق شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم، اونجا یه بار ما یه ماموریت فوق سری داشتیم، اسممون عوض کردیم، هیچ خودمونم عوض کردیم، بعد زنگ زدیم به شرطه. شرطه یعنی آها. اونا اومدن نفهمیدن ما اوناییم که اونا نیستیم. دیدی مزخرف میگه؟ خودم نفهمید چی داره میگه. فرخونده جون یادت باشه ما حمزه نداریم تو هتل. من گفتم آخه من بگم این کیه؟ یه حمزه ایه که بیرون مسئول خرید و اینا. اصلا میگیم رفته مرخصی. اون که نمیاد اصلا سراغ اینو بگیره که. همینو بگو. آخه من الان تو اینجا راهی. الان من بگم اسم تو چیه؟ من تو چی صدا اینجا رژه میری میای؟ بگم تو کی؟ تو برزو. برزو خوبه؟ نه من افتاد. من برزو دوست ندارم دیگه. برای چی؟ حالا برزو نه حسن چه فرقی؟ آخه باید تو محله‌مون یه برزوه، من باهاش دعوا کردم، بعد این چیز میشه دیگه، اون وقت میکنه دارم منت کشی میکنم. فرخونده جون میبینی چقدر مزخرف میگه؟ اینم از اون حرفاست دار. همین کارا میکنه، محمد فوق سری شکست میخوره، هتل گلشن میاد پایین، آقای گلشن میاد پایین دیگه.
فرخاند جون این چیز دیگه، تمرین ماموریتیه دیگه. فقط خدا کنی که خیت نکنی. انشالله که خیت نمی کنی، به امان خود. آقا حمزه، اصلا ماموریت فوق سری. سری چه فرق؟ آخه تو اگه میگفتی من حمزم، کی میومد خیر تو رو بگیره؟ کی به کار تو کار؟ اصلا چه فرقی میکرد تو حمزه باشی یا نباشی؟ چه فرقی میکرد؟ من بدونم اینو. بابا یکی دیگه میخواد بره در توی یه ماجرایی رو در بیاره، تو چی کاره ای؟ سر پیازی تای چی کاره ای؟ ها؟ بفرمید. براتون قهوه آوردم آقا. چشمای من خوب نمیبینه درست حسابی. ول کن خانم، ول کن، ول کن خانم، ول کنین، خوبه ایجادی پیدا نکرد خانم، ول کنین ببین نداره. یه ساعته برمیگردونم، فقط به آقای گلشهر نگین آقا، من از اینجا بیرون میکنم، به زور کارگیر آوردم، ببخشید، معذرت. نمیخوام از اینجا من بیرون کنه، اصلا کار زندگی من به جا از دست. باشه باشه، هر کاری میخواین بکنید. باشه باشه، فقط بریم. بفرم. متشکرم. خیلی. خیلی خوب چی شد؟ با احترام کامل نسبت امنیت اموال مسافر، با اجازه خودش، جلوی خودش یه مرحله مهم کار انجام شد. خب خدا رو شد. حمزه نه آقا مرداویج. اسم جدیدش شده آقا مرداویج. آقا مرد، حالا خودش توضیح میده. آقا مرداویج، بیا ببین خاتون چی میگه. ببین آقا حمزه، نه مرداویج دیگه. خب ببین این کتو برمیداری میبری خوشویی، این پولم خودش داده. میری قشنگ میگی تا یه ساعت دیگه اینو آماده کنه، تمیز کنه، یه کاور خوشگلم روش بکشه بیاره. ها همین دیگه. من تو الفندق شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودی، یه بار یکی اومد بهت گفت اینو ببر خوشویی، بعد کل خوشویی نبود که کلی مکافات شد، بعد زنگ زدیم به شرطه، شرطه یعنی پلیس. برو 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 برو. این چه بدبختی کشیده تو الفندق شمس القمر، همش مکافات. منم میگم کلیپ سازی. خاتون شرط و شروط عموجان. بابا شرط و شروط عموجان یادمه، حتی بهش گفتم چیزی تو جیبتون نیست، گفت برو برو که اصلا هر کاری دلت میخواد بکن. به من چه خودش گفت برو برو. شما لطفاً در مورد اسم جدیدتون به بیننده عزیز ما توضیح بدید. بله. تصویر نداریم، فقط رادیو صدا گرفت. ها صدا. با سلام به بیننده عزیز ترک جان، اسمی که من دارم مرداویج خیلی مهمه، از سه قسمت تشکیل شده. مرد یعنی من یه هزار ماشاءالله خودم مردم. ها ها. بعد او این او تو خانواده ما میخواستم گوسفندا رو ببرم، میگفتن او او او. مال گله کجاش میگن او؟ خب بابا بزرگ من میگفت او او دیگه. و ویج که این مهمه، حالا بگی مرداویج. مرداویج چقدر این اسم فوق سری برای یک ماموریت فوق سریه ها؟ آخه خنگه آه. چرا یه اسم ساده تر نباشه؟ چرا اصلا حمزه نباشه؟ خب این خودی شک برانگیزه دیگه. خب این نصف اسمو میگیم، میگیم آقا مرداو. آقا مرداو بیا. آره این خوبه. من تو الفندق شمس القمر مدیر داخلی که بودم، اونجا یه بار ماموریت فوق سری بود، اسم فوق سری نداشتیم دیگه، کل مکافات شد. من زنگ به شرطه، شرطه یعنی پلیس، اونا اومدن یه دونه اسم فوق سری مرداویج برامون آوردن. خب ما الان پذیرفتیم که اسم مرداویج. خب باشه آقا مردا، همین دیگه، ولش کن دیگه، نشستین تخمه میخوریم. ماموریت فوق سریش میاد پایین شکست میخوره، هتل گلشن میاد پایین، آقا گلشن هم میاد پایین دیگه. اینو بده. نه من این یه ذره رو من میبرم. اینو بده من هرجوین همه رو بود. بله 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 شیر. بله میگم بیارن خدمتت، خواهش میکنم. میگم مثل این که شبا عادت داره قبل از خواب یه لیوان شیرم میل بکنن. اتفاقا مادر خدا بیامرزم هم عادت داره شبا قبل از خواب یه لیوان دوغ بخوره. بفرمایین.
ممنون. مادرم خدا بیامرز همیشه عادت داشت شبا یه لیوان دوغ بخوره. خدا بیامرزتش. توی الفندق شمس القمرم که بودم یه آقای دانمارکی بود، اصلا همیشه عادت داشت که همش را بره شیر بخوره. این اصلا نه چای نه قهوه هیچی نمیخورد. بعد یه مرتبه ما شیر نداشتیم، این داغد بیداد و قشقرق اصلا هتل آورد روی سرش. ما زنگ زدیم به شرطه، شرطه یعنی پلیس. بعد خلاصه پلیس اومد و شب ماجرایی داشتیم آقا، نمیدونید که حتما عقده کمبود لبن داشته، لبن مادر لابود. اتفاقا با چای اونجا همیشه همین متلک رو بهش میگفتن آقا. با من دیگه قرص با شیر خیلی خوبه آقا، قرص خوابه دیگه. ببخشید آقا، من دوباره بگم این کتتون رو خراب کردم، خیلی شرمندم آقا. خواهش میکنم خانم، تموم شد. واقعا معذرت. بفرمایید. با اجازه. شبتون بخیر. چراغم خاموش کنی. بچش. با تو رفتم بی تو باز آمدم از سر دل دیوانه، پنهان کردم در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه. چی؟ نه ببین، هر جور شده باید اون مدارک رو به من برسونیم. الو، نمیدونم چه صدا اینجوری میشه. آها، خب 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 چی میگو؟ ها؟ بفرمایید. خب بگو برو بابا. چی؟ چی؟ ببین اصلا صدات نمیاد، اصلا نمیدونم چرا اینجوری شده. خب آقا نمیخورید؟ ممنونم، ببرید لطفا. چیزی لازم ندارید؟ نه ممنونم. ببین صدات نمیاد، هتل رو بگیر. هتل؟ آره، شماره رو که داری. خوب داری کار میکنی تو الفند در شمس القمر. آها، خوب داری کار میکنی. ببخشید، معذرت میخوام. ببین نیکی، الان بهش زنگ میزنم. خب یه دو بستش کن با اتاقمون که من یه جور بشنفم صداشو. تو مثل اینکه شرط شروطمون یادت رفت. بابا همه شو یادمه. خودمونو که نمیخواییم گول بزنیم. خیلی خوب، ببین اگه قرار باشه ما با آقای فرهادی مثل بقیه رفتار بکنیم که مأموریتمون اصلا بی‌معنی میشه. نمیشه. چیکار کنم؟ برم تو اتاق؟ ها؟ ها؟ این پره که این کار نمی کنه، نمایشی داره کار میکنه. آقای میترگه این خاتون. ها؟ 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 کار باید بکنه، نمایشی کار میکنه. امو جان من اون یاد داشت کرده بودم. من تو الفنده باشم تو من در امارت کنم. نه تو اون یکی دفتره بود. حالا بزنی الان براتون میارم. گوشی یه لحظه. گوشه نگرد. شرطه این پولیس. اونا هم نمیبادن. هیچ کاری نمیکنن از دیگه. نمیده بکنم. آنها باید کار بکنه دیگه، نماشی که نمیشه کار بکنه. اما جا یه دونه 24 رومه، یه دونه هم 27 رومه. کار نمیکنه که، باید کار بکنی. باید هم یک کاری نمیکنه، باید کار بکنه. آه ببین میخوام بگم، آدم یا یک کاری انجام نمیده یا اگه انجام میده باید درست انجام بده دیگه. پاکت جاروبرقی که تو جاروبرقی پره، اون بده دیگه. بعد در اینو باز بکنی، یه دونه پاکت اونو در بیاری بذاری تو این جاروبرقیه، اونو بعد بندازی دور، بعد در جاروبرقی برداری، بعد شروع کنی وقت جاروبرقی کشیدن دیگه. با پاکت جاروبرقی پر که بخوای کار بکنی این برو بیرون. چی
چی شد؟ نیکی خانم چه شد روشن؟ خاتون سر مرداویج داد کشید. خب ببین چی کارش کردی که سر داد کشیده؟ بهش برخور. خاتون چی شد؟ داشت پروازشو میگفت آقا یه رفعه اومد سرزاد توی اتاقی خیر سرش جربرقی رو بهم آموزش بده. خرابکاری کردی تو ماموریت این بنده خدا. خوب شد خراب کردم؟ افتضاح کردی. وقتی بهت میگن خنگ بهت بر میخوره، وقتی بهت میگن کودن بهت بر میخوره. چیو خراب کردم حالا؟ خب این داشت گوش میداد ببینه پرواز اون کیه، داشت تلفنی گوش میداد، تو هم یه بند اومدی حرف زدی. مزخرف گفتی این یه بند. خانم اینو باید بگم، من تو الفندق شمس این خراب شو الفندق شمس قمر سر مدرسه تو راحت شو پوش بیاریم خاتون. واقعا که خراب کردم؟ خب من که با اتوبوس میرم ولایت بلیت داره دیگه، پروازم بلیت داره دیگه. خب بلیت رو نگاه کنم پروازشو میفهمن دیگه. نه این ساده است، من کودنم همچین پیچیدش بکنم. خسته نباشی. ممنون. با اجازتون. روز بخیر. شده شما آروم باشی؟ آقا جوان مردم مرکنانی آقا نبرین، یه دنه کیف چرمی رو دوشش بود ولی فرقی نمی کنه. اونا که همین شارش کنید باشه احتیاج داشته باشه. کیف چرمی بود ولی فرقی نمی کنه آقا. خانوم خطر رفت شده شما آروم باشین، یه بلای سر خودتون میارین. نبرن آقا نمی شانی جونه همین جونه همین میوه فروشی بود. خانم بله حالشون بهتر شد؟ بهتره الحمدلله. تشریف میارین؟ این خدمت شما باشه. نه اینو بده. اینا پاسپورت و بلیط، اینم ارزه. بشمورین به من رسید بده. بله حتما الان بهتون رسید. نقشه‌مون گرفت، بلیطش، پاسپورتش، همه چیز دیدم. خیلی خوب بازی کردین. من به این خوبی نمیتونستم بازی کنم. نقشه تو بود دیگه، دستت در نگار آقا مردانی. از آقا حمزه هم تشکر کنم. آقا حمزه هم دستش در نگار. من تو فندق شمس القمر در امارات که مدیر داخل. نخیر.
من توی الفندق شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم یه وقت ما یه نقشه داشتیم ولی بازیگر نداشتیم. زنگ زدیم به شرطه. شرطه یعنی پلیس. پلیس هم اومد و یه سری بازیگر و هنرور و اینطور چیزا آورد و خلاصه کار ما نقشه ما هم گرفت. بعدش هم دیگه همه چی درست شد دیگه. ها؟ نیکی خانم چرا این پاشو کرد تو کفش من؟ نقشه تو رو داره بازی میکنه مثلا ما اینیم دیگه. من که کلید صندوق امانات و شعبه بانک و شماره حساب و اینا رو همه رو بهتون دادم که خب فکر میکنی چیز دیگه لازم هست اگه هست بگیم خودم قیافت به آدم های نمیاد که همچین مأموریت رو با موفقیت پشت سر گذاشته باشه. برای اینکه این همه فیلم بازی کردیم همش الکی بود. چی شد آقا؟ من تو الفندق شمس القمر در امارات مورد داخلی بودم. اونجا ما یه با مسافر داشتیم. بله یه مسافر داشتیم. یه مسافر داریم که دو روز دیگه قرار پرواز کنه. ما هم هنوز حکم جلبش رو نگرفتیم. خب خوبی این بازیه همین بود دیگه که ما بفهمیم کی پرواز میکنه. چقدر وقت میخوایم حکم جلبش رو بگیریم؟ بابا دو روز طول میگش تا حکم جلبش رو بگیریم. تا اون موقع مگه نگیریم بره دیگه رفته دیگه. ما هم دستمون اینجا بند نیست. هواپیما رو بنجر میکنیم. هواپیما چه که نمیتونیم پنچر کنیم. خودشو که میتونیم پنچر کنیم. این راست دیگه. آقا مرداویج نقشه بکش. چجوری؟ مغز متفکر گروه وقتی این بشه وا ویلا. فکر بکن. نه؟ بفرمایید. نه نه اینجا نه. بذار یخچال. بچشم. قرص خوابتون رو که نمیخوای نقا. مسافرین دیگه. خوشم اومد. تواست خیلی جمعه. کارفرمای سخگیر آدم رو حواس جمع میکنه. آدم باید خودش هم جوهرش رو داشته باشه. خیلی آقایین. امشب تشریف میبرین دیگه نه؟ در واقع میگه میشه فردا صبح دیگه. خوشا به حال شما. چطور؟ مگه تو تا حالا خارج نرفتی؟ نه خیر نرفت. سوریه ای؟ حج عمره ای؟ نه خیر آقا. قسمت نشده تا حالا. پس اون چی بود میگفتی؟ الفندقل نمیدونم چی چی؟ الفندق شمس و القمر. اونجا که همش کار میکردی. خب بالاخره دبی هم خارجه دیگه خانم. ابوظبی؟ خب اونجوری اگه بخوایم حساب بکنیم بله. درخ چرا؟ خیلی ممنون. شما چیزی لازم ندارین آقا؟ کاری؟ کمکی؟ چرا؟ یه زحمت بکش پاسپورت و بلیتمو بیار بالا فردا صبح معطل نشه. ببخشید آقا فضولی نباشه. شما هر وقت که دارین میرین همون لحظه میتونین پاسپورت و بلیتتون رو بگیرین. اونجوری بهتره. تو هنوز نگرانی؟ دست خودم نیست آقا. من بچه بودم یه دونه مرغ سر بریدم. من همونجا قش کردم. وای آقا جوان مردم تو روز روشن داشت سوار تاکسی میشد خاک بر سر اومد این تیغ مکدبری نمیدونم به کجا زد یه مرده خون فواره زد وای یادم میاد آقا همه جانم میپرکه مثلا دل ندارم خون ببینم آقا یه دونه گوسفند دارم قربانی میکنم من دل ندارم آخه من فردا صبح ساعت 3:30-4 باید برم خودتون بیدار میشین آقا آره دیگه با آلارم موبایلم بیدار میشم چی موبایل آلارم زنگ با این وز من دوباره با بچه هم میگم که شما رو بیدار بکنن بکنم چه ساعتی؟ 3:30 یا 4؟ نه نه 3:30 خوبه آره 3:30 با چشم ماشین چی؟ آفرین آفرین بشن اومد حواست خوب جمعه دیار دارین آقا اینجا مسافر شده که 1 ساعت متل یه دونه ماشین شده اونم بگو ساعت 3:30 دم در باشه فقط ببین
این پاسپورت رو بلیط من میگم. حتی بلا میسر، شما هر ساعتی که دارین تشریف میبرین اونجا یه نفر هست، یا آقا مردویج یا نیکی خانوم، هر دوتایشون هم کلید گاوصندوق رو دارن. یعنی آدم تو این هتل شما نمیتونه یه شب مدارکش رو بذاره زیر سرش، اطمینان کنه بذاره زیر سرش بخوابه؟ اختیار دارین آقا، این هتل که اصلا کارکنانش اصلا خیالتون تخت باشه. بله. آقای گلشن همه رو تحقیقات کرده بعد استخدام کرده. مگه علی کیه؟ تحقیقات هم یاده. بله. من منظورم اینه که چون شما پول همراهتونه، خب دور جناب شما، دور جناب شما، مسافرهایی که میان اینجا ما که نمیدونیم از کجا اومدن، اصلا نسبشون چیه، چی کارن. منظورتو گرفتم. اصلا خب همینه دیگه آقا، الان زمانه ناامنه، مردم برای چندق از پول آدم سر میبرن. من تو این هتل با همین دوتا چشمای خودم آقا چیزایی دیدم، اگه براتون تعریف بکنم اصلا میشم خوابتون نمیبره. خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی با محبتین شما خانم. واقعا من اگه شما نبودین نمیدونستم چیکار کنم. ببخشید من چانم گرم میشه، اصلا دیگه همینجوری تترش حرف میزنم. میخوای بری باید استراحت بکنی. اختیار داری خانم، خواهش. ایشالله که سفر شما به خیر و سلامتی باشه. ایشالله. خداحافظ شما. بفرم خداحافظ شما. شب شما بخیر، دست شما در نکنه. بفرمایی. سلام فرخنده خانم، چطور؟ بفهمید؟ بفهمید شما اینجا بشینید، من برم به خدماتم برسم. خوبی؟ بله خوبم. کارا خوب پیش میره؟ هی بدک نیست، کار اداریه دیگه، دنگ و فنگ داره. آبا جا همش در رفت آمده. راست میگه، میرم میام، میرم میام. کاری چیزی هست که از دست ما بر میاد، رو در بسی نکنی. چشم، حتما. خیلی خوب، دیگه کافیه. ببین، ما 2.5 میلیون جایزه داریم. تو خجالت نمیکشی؟ نه واقعا خجالت نمیکشی؟ چیکار کردم که باید خجالت بکشم؟ رفاقت، نون و نمک، اعتماد، این چیزا برات معنی نداره؟ مگه برای دیگران معنی داشته که برای من داشته باشه؟ مگه من کم چوب اعتماد و رفاقتو خوردم؟ چون چوبشو خوردی باید یه آدم با صداقت تو اونشو پس بده. به من چه؟ به من چه؟ یارو خودش ببوه. من چه؟ چرا نمیگی ببو؟ چرا نمیگی ساده لو؟ چرا نمیگی بیشیل پیله؟ ببین باز شروع نکنی ها. منم یه عمر خرهم مالی کردم، یه عمر حقمو خوردن، یه عمر تو سرم زدن. بهانه نیار، بهانه نیار. این کاری که تو کردی آقا جون اسمش کلاهبرداریه. واسه عالم و آدم این زبلیه، زرنگیه. به ما که میرسه میشه کلاهبرداری. خب بله، شما میتونی بگی زرنگی، زبلی، اما فقط خودتو گول زدی. اگه من این کارو نمیکردم هم خودشو به خاک سیاه میشوند هم منو. اقلا اینجوری من گلیم خودم رو از آب کشیدم بیرون. توجیه کن، توجیه کن. پولا رو بردار برو، پولا رو بردار برو. فکر کردی از گلوت پایین میره؟ فکر کردی میتونی با پول مردم عشق حال کنی؟ یه ضرب المثل داری. باز میگه، باز میگه، باز میگه. خیلی میگذرم اون. خیلی خوب، چشم، من خفه میشم. شما راحت باشین، شما راحت باشین. اگه تونستی راحت باش. ببین دیگه حوصله‌تو ندارم، زر زیادی هم نزن. نکبت من دیگه مأموریت فوق سری تو شب قبوله. بای ببخشید شما رو از خواب انداختم. نه با ما که شبا خواب نداریم، هی مسافر میره مسافر میاد. ای همزه تو برای چی خوابیدی جلو دوتا خانم دستاتو دراز کردی؟ بیدار نمیشه. ده پشتو ببینم.
خود شما آمدین اونجا که من دست با هم درست کردم نشستین دیگه. حمزه تو مگه ماموریت قبول نکردی؟ پوشو برو، بعد بری آقا رو بیدار کنی. اخواب بذار بخواب، اون خوابه ده خب منم میخوابم. حمزه تو رو خدا پاشو. ای بابا اگه دیرشه آبرومون میره میفهمه لو میریم. اصلا این زحمت کشیدیم وقت زحمتمون بی نتیجه میشه. راست میگه این نکی خانم، اصلا خواب نداره که از شب تا جمعی رو تو اتاقش در رو قفل میکنه میخوابه. من برای شب تا سایه خدمات دادم. ببین همسه، صدای من در نیارا. همسه یه چیزی برات میخرم. بابا نگرانم، پوشو باید بری بیدارش کنی. یه رخت خواب تاشو همراه. خوبه؟ خیلی خوب، بابا برات میخرم، تو فقط پاشو. ها؟ 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 آقای فرادی، آقای فرادی، آقای فرادی بلند شد، آقای فرادی، آقای فرادی بلند شد، تیرت شده. آقای فرادی بلند شد. آقای فرادی، آقای فرادی، ها؟ ها؟ تیرت شد آقای فرادی، آقای دیرت شده، دیرت شده. چی شده؟ نه دیرت شده، هوا داره. چی دیرم شده؟ آره دیگه. دیرم شده. دیرت شده. مگه شما ساعت چنده؟ ها؟ مگه ساعت چنده؟ واه، بخ شدی. دیر شد. قصه موبایل من زنگ نزده. زنگ زده شاید شما نبودی میگه. پس کدوم گوری بودم؟ من کدوم گوری نه؟ آتش سوزی. شما کدوم گوری بودی؟ آتش سوزی. چرا؟ ببین من تو الفندق شمسارقه من در امارت نه عجله داری نمیکنم. بیا بیا. کمک کن. بیا کمک کن. بدبخت شدم. ساعتم کو؟ ساعتتو الان میگم بیارن، بالا جا گذاشته میگه. دیر شده خانم، خانم دیر شده، خانم دیر شده. من هیچ وقت اینطوری نمیشدم آخه. من چرا باید اینجوری باشم؟ میشه دیگه، میشه آدم اینجوری، میشه دیگه. خب، اینا که بفرمایید. من بفرمایید. بردارین دیر شد. این پولاشو بشمنید شما. ماشین کوس. ماشین دمه دره. دمه دره. هست. ماشین اصلا خیالش خیلی بده. این چیه؟ اینو ببینم. نه، اون پاسپورت بلیتو نمیخواد. اونو بشمون. این دو درسته دیگه. بگید. بقیه‌ش هم فرض دادیم. من میدونم. از این بردارین هر چی می‌خواید. خود بشمارم کن. ماشین کوس. آقا اصلا نگران نباشی، ماشین که آماده است. همه شما چرا منو بیدار نکردی سر وقت؟ چرا منو بیدار نکردی؟ جا بمونم. ماشین هم هست من خودتو برداشتی؟ نه آقا، آقا نه، سر صبح خبری هم خیابونام خلوت راحت میرسیم. معمولا دیرم شد. ماشین کجا؟ دم در ماشین هست. چرا ماشین نگران نباشی؟ کجا ماشین؟ دم در این یه ماشین کجا؟ دم در آماده است. خوش آمدید. بفرمایید. حواسم بفرمایید. اینو بده به من. چمدونم کجاست؟ راه نمیکنم. بفرمایید. چمدونمو بیار. میارم. چمدونمو بیار تو بالا. من از این بعد برو، من میارم. چمدونو بیار. میارم. ماشین کجاست؟ همون دمی در ورودی. به پروازم نرسیدم. اگرم میرسیدم فایده نداشت. چون این پاسپورت من نیست. آره نیکی خانم گفتش که نیکی خانم من شهروندم به خدا آقای فرهادی، اصلا نمیدونم چه جوری از واقعا با اتفاقاتی که دیشب افتاد، آتش سوزی و بالاخره هول و بلایی که بچه‌ها داشتن اشتباه کردن دیگه. پاسپورت من کجاست؟ خب مشکل همینجاست، اشتباهاً
پاسپورت شما رو دادن به یه آقای دیگه که ایشون هم از پروازش جا مونده. بله آقا، مشکل همینجاست. یعنی اشتباهی دادن. اون یکی الان کجاست؟ تلفن کردن گفتن که میان اینجا. ما هم تقصیر نداریم آقا، راست میگی. گفتن که در اولین فرصت. اولین فرصت اون آقا کیه؟ که پس فردا صبح جا رزرو کرد. پس فردا میاد دیگه آقا جان، هرس نخور. اگه پاسپورتم دستم بود همین امشب میتونستم پرواز کنم. پدر آقا یکی دوزی پیداش کنید خانم. پیداش کنید. چشمم الان زنگ میزنه به همون تلفنی که ازش اگه وقت و فرصتشو داشتم ازتون شکایت میکشم. شاید میکردم. آقا چی کار کنیم دیگه؟ مشکل حل میکنم. شما اجازه بدید فرصت شکایت؟ حتما تقصیر منه دیگه. من تو از خاک تو سر من. خدا نکنه خاکا میسر. خدا نکنه خاک تو سر من. کی بالا میسر؟ هرس من تو از بندقلشم. از دست شما. خاک تو سر من، از دست شما. من از دست تو شکایت میکنم. من از دست تک تک تو من شکایت میکنم. من تو بندقلشم. شما دو تا چی میگی؟ خاطو بابا پاسپورت من گم شده تو این هتل. من از دست شما شکایت میکنم. زنگ زدش به شکایت میکنم. پلیس اومدن مسافر رو بردن. سوار هواپیما کردن. من شکایت میکنم. حالا ما زنگ میزنیم به پلیس. پلیس در این شرطه میاد شما رو میگیره میبره. نه نه آقا هرس نخور. آقا جان هرس نخور. الان با من در دسترس نیستن. هرس بخور، هرس بخور، اینقدر جوش بزن که دیخ کنی. اینقدر معدلت میکنم تا حکمی جلب تو بگیرم. خیال کردی؟ چه خبره؟ یه حکم جلب داری. از تو هتل؟ بله. من از اینا شکایت دارم. گوش نمیدی سرکار؟ من از اینا شکایت دارم. اینا پاسپورت منو گم کردن. من از پروازم جا موندم. من شکایت دارم آقا، من شکایت دارم. چه خبره شما؟ شما کی هستین؟ من گلشهر صاحب این هتل. عموجان رئیس هتل هستن، صاحب هتل هستن، از هیچ ماجرایی هم خبر ندارم. بنده به عنوان مدیر داخلی این هتل همه مسئولیت این اتفاقو گردن میگیرم. همه چی به عهده منه. مسئولیت این هتلم با منه. شما مگر شکایتی داری میتونین از شخص بنده شکایت بکنین آقا؟ بله که شکایت میکنم خانم، شکایت میکنم. پاسپورت منو گم کردین، این بلاها رو سر من میارین. شما اگه میتونین ادعاتونو ثابت کنین حتما شکایت کنین خانم. شکایت منم همزم اسم فوق سری مرداویجه. منم قبلا توی الفندق و شمس القمر کار نمی‌کردم. خیلی ممنون آقای حسنی از همکاریتون. خواهش می‌کنم. من فرخوندم، دختر محمود کریمان. یادت اومد؟ اومدی خونمون سر سفرمون نشستی، نون نمکمون رو خوردی، بعد زدی نمکتون رو شکوندی. میدونی چه بلایی سر بابای من آوردی؟ بابام مریض شد، خونه نشین شد. به تو بیشتر از دوتا چشاش اعتماد داشت، ولی از اعتمادش سوء استفاده کردی. خیلی نامردی. نمیدونم چجوری دلت اومد با ما این کارو بکنی. زندگیمون از بین رفت. اجاره نشین شدیم. پیش مردم روسیا شدیم. خجالت نکشیدی؟ خیلی نامردی. خیلی. بریم کلام کنیم. ببخشید. عمو جان، من و فرخنده و حمزه با هم دیگه تبانی کردیم که این آقا رو دستگیر کنیم. حالا تو این وسط ها ما یه ذره همچین بفهمی نفهمی هم قوانین رو زیر پا گذاشتیم. شما میتونی اما شکایت کنی، پلیس هم دم دره. ولی اگه براتون توضیح دادیم بعد حق دادین به ما، بلکه تشویقی هم دادیم. پس کارای اداری که میگفتی همین بود. حالا براتون تعریف میکنم آقای گلشن. بعد قول میدم نکته به نکته ریز به ریز تعریف کنم، دعوا نشه. دیگه شکایت نکنم، تشویق تا نام کنم. تشویق میکنید بفرمایید. ولی همش به خاطر بابا بود. اینا همشون رفتن، آخر سرم نفهمیدن شرطه یعنی پلیس.